مسیحی بیت انیا تقدیم می کند. امروز صبح بلند شدم چک طبق معمول دیگه، معتادیم دیگه، چک میکنیم سوشال مدیا رو. امروز روز جهانی مرتد. روز جهانی مرتد، یعنی اینا که کلا هیچی باور ندارن و مثلا گذاشتن کنار. حالا خدا رو شد ما جزش نیستیم، ما خدا پرستیم، به ما ربطی نداره. خب اگر آماده این بریم یه پیغام به قلبمه صحبت بکنیم. به سلام فرناز کیومرس عزیز از مالزی، خوش اومدید. خب امروز راجع به یه مسئله میخوام صحبت بکنم، جالبه، برای خودم هم جالب بود. یه جای آیهی شنیدم و دیشب اومدم روش ذره تحقیق کردم و یه پیغامی در اومد که جالب بود. تو کتاب مقدس یه مقوله ای راجع بهش خیلی صحبت میشه که از همون روز اول پیدایش ما میبینیم این امر رو، این مسئله رو میبینیم. خب ما داستان آفرینش رو میخونیم، بعد وارد یک رابطه ای میشه خدا، دو شخصی وارد کادر دوربین میشن و دارن با خدا راه میرن، زندگی میکنن، شرایط ایدئال، دشمن وارد میشه، داستان رو میدونید دیگه، نمیخوام حالا کتاب پیدایش رو براتون بگم. میبینیم که آقا دشمن وقتی که حمله میکنه با یک مکالمه و با یک دیالوگی این حمله آغاز میشه. اگر یادتون باشه در کتاب پیدایش، حالا اون مار یا شیطان یا دشمن وقتی که با زن وارد مذاکره میشه، او میگه و یه چیزی میشنوه، جواب میشنوه، و اونجا ما با یه مقوله ای روبرو میشیم به اسم شنیدن. درسته؟ شنیدن، اون اتفاق ناگوار از طریق شنیدن وارد میشه. گوش و شنیدن. یعنی شاید اگر زن مجال نمیداد که بشنوه، اگر اون حرفایی که غیر از حرف خدا بود وارد نمیشد، چون شما این هر چیزی که بشنوید و ببینید وارد میشه دیگه، چون شنید خواست جواب بده. و چی شنید؟ صدای غیر از صدای خدا. یک آلودگی، من ما که کار موزیک میکنیم همیشه میگیم با مقوله آلودگی صوتی بسیار مواجهیم. من یه سری موزیک ها رو وقتی میشنوم عشان میگم اون آلودگی صوتیه، چون گوشم به نوت عادت داره، میتونم بفهمم این آلودگیه، این گوش تو رو مسموم میکنه. و ما میبینیم اون همون اول کتاب پیدایش ما با یک مسمومیت گوش مواجه میشیم. یک سری چیزها وارد میشه، میشنوه، قاعدتا میخواد عکس العمل نشون بده و بقیه ماجرا که ادامه پیدا میکنه. جالبه وقتی هم انسان سقوط میکنه، شما یه نکته رو میخوام دقت بکنید از این، وقتی مثلا عهد عتیق رو میخونید، وقتی هم انسان سقوط میکنه شما نگاه کنید، هر روز این انسان سقوط کرده داره از خدا دور میشه دیگه. هر چقدر که دور میشه، شنوایی انسان نسبت به خدا کمتر میشه دیگه. به یه جایی میرسه انسان، ببین دیگه نمیشنوه، فاصله افتاده، نمیشنوه صدای خدا رو، نمیتونه تشخیص بده اراده خدا چیه، خواست خدا چیه، همینجوری میره جلو. بعد ببین وقتی شما صدای اون فرمانده خودت رو، صدای اون کنترلر خودت رو نشنوی، خب هر کار دیگه میکنی دیگه، میری خودت میری جلو، خودت تصمیم میگیری. و جالبه بعد از این اتفاق خیلی ها مثلا میپرسن، میگن آقا نقش پیامبرا چی بوده؟ مثلا یه عده اومدن در تاریخ کتاب مقدس، ما بهشون میگیم پیامبر. مثلا میگن که آقا پیامبران اومدن ما رو به راه راست هدایت کنن. درسته؟ مثلا در فرهنگستان میگه پیامبران اومدن ما رو به راه راست هدایت کنن. نه آقا، پیامبرا یکی میخواست خودشون رو به راه راست هدایت کنه، خودشون خراب بود پیامبرا. پیامبرا حتی که یکی در بود آقونتر. خب منطقی تفاوت بود. ببین اون پیامبرا نمیدادن هدایت کنن، اون پیامبرا مثل یک بلنگو عمل میکردن. یعنی خدا اینا رو گذاشته بود در بین خودش و قوم، اینا یه توانایی شنیدنی داشتن، حالا خیلی هاشون هم چپکی باز میشنیدن، حالا نمیخوام راجع به اون صحبت کنم،
اینو میشنیدن و اینو انتقال میدادن به قوم، بودن بابا دارید کج میرید، خدا داره میگه کج نرید جون مادرتون. خب پس نه پیامبراس قدیسه بودن و درست بودن و آمدن مردم رو به راه راست هدایت کنن، نه خودشون هم بیچاره بعضی وقتا در این کجروی ها میافتادن. مسئله اینجا بود که این قوم باید یه جوری صدای خدا رو میشنید و انقدر فاصله افتاده بود بین خدا و قوم، ببینه نمیشنیدن، انقدر حاشیه ها، انقدر حتی ترس ها. شما کتاب خروج رو بخونید، اینا واسه چی میترسن از خدا؟ مثلا هر بار موسی میره حرف میزنه به موسی میگن تو برو جلو صحبت کن ما پشت سر تو این. خب ببین نمیتونن تشخیص بدن. سر همینه در طول تاریخ کتاب مقدس این کجروی ها داریم میبینیم به خاطر عدم شنیدن. خب و جالبه تو 2000 سال کلیسا اگر دقت کنید ما با این مشکل شنیدن، گوش و شنیدن واقعا درگیریم. 2000 سال کلیسا نتونسته درست تشخیص بده. سر همینه ما انواع اقسام اتفاقات وحشتناک رو در تاریخ کلیسا داریم. خب اگه شخص مثلا میتونست بشنوه، درست بشنوه، مطمئن کلیسا اگر میتونست درست بشنوه قطعا خیلی از اتفاقات در تاریخ کلیسا اتفاق نمیفت. پس ما امروزه با یه ناشنوایی روحانی طرفیم، قبول کنید نمیتونیم تشخیص بدیم. الان تو عصری که من و شما داریم زندگی میکنیم باور کنید سخت‌ترین عصر برای شنیدن صدای خدا. بگید چرا؟ چون بی نهایت صدای دیگه اطراف، بی نهایت صدای دیگه اطراف. از صبح که وام بلند میشیم بی بی سی یه صدا، سی ان ان یه صدا، ایران نشنال یه صدا، منو تو تی وی یه صدا، نمیدونم فلان شبان یه صدا، فلان کلیسا یه صدا، نمیدونم صدای دشمن هست، صدای بوق ماشین هست. شما هر صدایی رو که بگید امروز در دنیای ما هست و صدای خدای لابلا خیلی وقتا گم میشه. و سر همین یکی از مشکلات من و شما و کلیسای امروز عدم شنیدنه. تو تشخیص بده، این خیلی موزل بدیه ها. چون وقتی نمیتونی تشخیص بدی همه کار میکنی. مثلا خیلی مثلا به من زنگ میزنن میگن بعدا ما نمیتونیم بشنویم. میگم اتفاقا چه سوال خوبی، منم نمیتونم بشنوم، خودم هم یه ذره گیر میکنم. حقیقته صداهامون زیاده و ما باید تا جایی که میتونیم صداهای دوربر کم بکنیم که بالاخره متوجه بشیم. حالا نمیخوام امروز 7 راه عملی برای شنیدن صدای خدا رو مثلا بگم و مثلا الان موعظه اینجوری شده 7 روش شاد زیستن، 7 روش پر شدن از روح القدس، همه 1 2 3 4 5. من نمیخوام امروز مثلا چند روش به شما بگم، بعدا میشه راجبه صحبت که یه سری فاکتورها داره شنیدن. خود کلام خداست حرف میزنه، خدا در کلامش میتونه صحبت کنه. ابر و باد و ماه و خورشید و فلک در کارن تا من و تو یه چیزی بشنویم و ببینیم. خب میخوام راجع به مشکله یه ذره صحبت کنم. و جالبه تو عهد عتیق هم خیلی جاها حتی بعد از اینکه قوم میاد و سر و سامون میگیرن و در طول تاریخ بعد از یوشع وقتی نگاه میکنیم قوم همواره در این کریه روحانی داره زیست میکنه. مثلا یکی از زمانایی که مثلا خیلی وضعیت داغونه مثلا زمان ایلی کاهنه. شما نگاه کنید داستان ایلی رو شنیدی؟ داستان ایلی کاهن مال زمانی که اصلا نمیشنوه، بچه کوچیک سموئیل میشنوه و یارو خواب. شما نگاه کنید اون حنا مادر سموئیل داره گریه میکنه میشنوه، انقدر کاهن پرته میاد بگه چیه مثلا عرق میزنی مثلا حنا جان شت مستی. ببین انقدر وضعیت روحانی خرابه که شخصی که داره در روح دعا میکنه بهش میگه مستی، تو یه چیزی خوردی. خب پس این کری وجود داره. و جالبه در طول تاریخ کتاب مقدس اگه دقت کنیم خدا دنبال افرادیه که سر تا پا گوش باشن و سر تا پا سر سپرده باشن. یه حقیقتی که داریم میبینیم الان هم همینه. الان چند نفر پیدا میکنید که حقیقتا در دنیای امروز مسیحیت گوششون به صدای خدا باشه؟ واقعا خدا انده هرچی تو بگی، تا تو یه نشونی ندی، تا تو حرف نزنی مثلا من حرکت نمی کنم. خیلی کم پیدا میشه امروز. اگر هستید خدا رو شد مثلا خیلی ها میان میگن آقا ما
ببخشید اینو میگم، ببخشید چون این اتفاق افتاده، اتفاق افتاده. میگه آقا ما با 5 تا بچه یهو زدیم مثلا مهاجرت کرد، حالا افتادیم مثلا در شرایط سخت، چه کار کنیم؟ وضعیت تغییر نمیکنه. میگم چیزی شنیدی از خدا که زدی بیرون؟ میگه نه، وضعیت خراب بود زدیم بیرون. برای مثال من نمیگم برای همه هاشاد، بعضی هم واقعا اومدن بیرون و خدا میخواسته بیان بیرون، ولی خیلی وقتا ما کارهایی رو که انجام میدیم واقعا تایید نداریم روش. من الان میخوام الان سعی میکنم یه چیزی رو که میخوام انجام بدم، باور کنه چند وقت پیش قرار بود بریم یه ماشین معامله بکنیم، مثلا یه دیر خوبی بود، خیلی چون اونجا خیلی گرون شده همه چی، ما یه بودجه محدودی داشتیم، میخواستیم ماشین بگیریم. من قبلش دعا کردم خداوند میخوام یه چیزی بگیرم، واقعا نمیدونم، کمکم کن. حالا من نیست آدمی هم نیستم که همه چی رو مثلا بگم حالا خدای تو کمکم. باور کنید اونجا یه دو تا اتفاق افتاد، خیلی هم ساده بود. خب ولی من قشنگ احساس کردم، ببین احساس کردم که یه جورایی داره میگه نه، و رفتم تو پای معاملم، رفتم مثلا یهو گفتم نه، و بعد اومدم دیدم دقیقاً اون حسه، اون ندایی که درون گوشم بود دقیقاً درست. خب حالا اگه اینو در مسائل روحانی بخوایم به کار ببریم، خیلی کمکمون میکنه و اینو باید تمرین بکنیم. خب جالبه، یکی دو تا آیه میخوام راجبه گوش باهاتون صحبت کنم. تو قوانین شریعت میبینیم در همون کتاب خروج وقتی قوانین شروع میشه، خدا میاد یه آیه رو اینجا به ما نشون میده که توش میخوام راجبش صحبت کنم. بیارید خروج با 21 رو بیارید، خیلی قشنگه، من تا حالا اینجوری نگاه نکرده بودم و برام خیلی جالب بود. این آیه بود که خروج باب 21، ببینید دقیقاً تو قوانین کجاست شریعت، در مورد غلامان داره صحبت میکنه. باب 5، 21:5. نمیم تا حالا اینجوری نگاه کرده بودید این آیه رو، یاره درست بعد از ببین باب 20 بلا فاصله وقتی شریعت داده میشه، بلا فاصله این آیه میاد 21:5. خوب گوش بدید، هرگاه آن غلام بگوید که هر آینه آقایم و زن و فرزندان خود را دوست می‌دارم و نمی‌خواهم که آزاد بیرون روم. خوب گوش بدید، قرار بود غلاما بعد از یه مدتی که کار میکردن توسط اون اربابشون آزاد میشدن دیگه. خب حالا میگه هرگاه این غلامه بگه آقا با این که زن و بچه دارم اما من میخوام به آقام وفادار بمونم، درسته؟ غلامه آزاد میکردن میرفت شهر خودش میرفت، این غلامه میگه آقا نمیخوام برم. میگه هرگاه غلام بگوید که هر آینه آقایم و زن و فرزندان خود را دوست می‌دارم و نمی‌خواهم، ببین نمی‌خواهم که آزاد بیرون روم، آنگاه آقایش او را به حضور خداوند بیاورد و او را نزدیک در یا قائمه در برساند، آقایش گوش او را با درفشی به در سوراخ کند و او وی را همیشه بندگی نماید. تاثیر ترسناکیه دیگه، مثلا گوش طرفو با میخ بزنی جلو در، مثلا فرض رو الان همچین حکمی بخواد اجرا بشه، همه مسیحی‌ها مثلا یه نفر بیاد مثلا کاوه بیاد گوش منو بگیره با میخ بزنه جلو در، تاثیر ترسناکی. اینا که گوششون گنده تره بلبل گوشن، اینا کارشون راحت تره، راحت تصویر عجیبیه، مثلا یه نمونه چی هنونه گوش بدبخت رو چی کار داری آقا، برای چی میکنه ده؟ عجیب نیست آیا؟ تا حالا این آیه رو دیده بودید؟ دیگه اگر یه نفر خواست که بمونه، آقاش بیاره گوشش رو بکوبه به در و اون دیگه همیشه اونجا بمونه. ببین ما این جالبه دیگه، در عهد عتیق کسی نمونه هاست، امروز برای ما خنده داره خب، ولی یه درس روحانی. ببین عهد عتیق یه سایه است دیگه، داره یه سری نمونه ها رو به ما نشون میده. حالا در نمونه شناسی این خیلی اتفاقا درس جالبیه، بلا فاصله بعد از اون احکام شریعت داره این حکم میاد. خب و
حالا این جریان چیه؟ این غلامه که دوست داره تو خونه آقاش بمونه، زندگی هم داره، زن و بچه هم داره، ولی نمیخواد بره. خیلی جالبه، یه نمونه عالی است امروز برای ما. یه چیز رو میخواد نشون بده، همه ما همان غلامی هستیم که توسط مسیح آزاد شد. آمین. همه ما اون غلامی هستیم که توسط مسیح آزاد شدیم، کاملا هم آزادیم، فرزندم هستیم. خب اما با اراده و خواست خودمون تصمیم میگیریم تا آخر عمر غلامی مسیح رو بکنیم و میگیم خدایا گوش من میخ بشه به خانه تو، به در خانه تو، گوش من میخ بشه به فرمان تو در هر شرایطی. آمین. من میخوام امروز، ببین امروز ما وای میستیم، من فرزند خدا هستم، من شاهزاده هستم. هستی؟ آمین، هستیم. اما میتونی پا فراتر بذاری بگی خداوند درسته من فرزندم، من آزادم، اما در همین فرزندی میخوام غلامی تو رو بکنم. سر همین داوود میگه یک چیز از خداوند خواستم و آن را دائما خواهم طلبید، که تا آخر عمر در خانه تو ساکن باشم. من فرزندم، آزاد شدم، اما گوشم میخ باشه به صدای تو، به در خانه تو، من غلام خواهم. حالا میفهمید چرا پولس رسول در رسالات خودش رو با این لفظ معرفی میکنه، من پولس غلام عیسی مسیح. حالا فهمیدی؟ امروز برعکسه، القابو میبینید؟ همه القابه، جناب اسقف فلان، نمیگم بعده ها، میگم چقدر ما با معیارا فاصله داریم. ما با القاب های دیگه میایم میپوشونیم. سر همینه، وقتی تو اون نمیپذیری، اون خانزادی رو، اون غلامی رو نمیپذیری، ببین به ظاهر داریم ما ادعا میکنیم غلامیم، ولی عمل کرده ما عمل کرده پادشاهیه. به ظاهر ادعا میکنیم غلامیم، ولی عملکرد ما داره زورگویی میکنه. عملکرد ما هاش رهبری که نچنده. همون موسای خودش درست رهبر بود، ولی ببین تا به آخرین لحظه گوشش چسبیده بود به خدا. حالا دقت که برید حالا اول رسالات رو بخونی، رسالاتی که پولس نوشته، همش داره خودش رو غلام معرفی میکنه، هیچ وقت نمیگه من فلانم، من غلام غلام غلام. اینو فهمیده کس خدا دنبال افرادی میگرده که گوششون به در خانه او میخ شده، غلامی رو پذیرفتن. ما اینکه فرزندن آزادم، ولی خودشون تصمیم میگیرن در هر شرایطی بمونن. شک نمیکنه به این مسئله. و وقتی تو این گوش همیشه به فرمان اعلام میکنی که من میخوام غلام باشم برای تو، وقتی تو خونه صدا رو به مرور میشنوی، وقتی تو خونه آقا داری زندگی میکنی، گوشت حساس به صدای آقا. حواستون هست؟ سموئیل تو خانه خدا بزرگ میشه، به محض اینکه صدا میاد میفهمه. ایلی نمیفهمه، ایلی حتی بزرگ شده، ایلی اونجا بزرگ شده ولی تو عوالم خودش. اون بچه میفهمه، بلند میشه میگه کیه؟ ببین حساسه. خب حالا میخوام بهتون بگم چقدر این مهمه. بعد وقتی میایم جلوتر، بریم تو کتاب لاویان. حالا نگاه کنیم، بی نظیره. حالا ببین باب 14، حال خودم بعد سر این پیغام چارده. راجب کسایی که دارن خدمت میکنه میگه، و کاهن از خون قربانی بگیرد، از خون قربانی بگیرد و کاهن آن را بر نرمه گوش راست کسی که باید تطهیر شود. میبینی؟ کسی که میخواد خدمت بکنه میگه کاهن باید چیکار کنه؟
خون قربانی رو بگیره بزنه روی گوش. حالا نرید به مرغ بکشید مثلا هم گوشاتون خونی باشه، نه، باز ببینید نمونه است. چرا اینو داره میگه؟ این گوش بر روی خون بر روی نرمه گوش به چه معنیه؟ یعنی آقا خون علامت حیاته دیگه، درسته؟ این گوش باید فعال باشه و خون علامت کفاره است. این خون باید چی باشه؟ زنده، فعال، تقدیس شده، پاک شده. ببین سمبولیک همه درونه، ولی امروز برای ما همینه. گوشی که بیداره، گوشی که تقدیس شده است، گوشی که بازه، یعنی گوش یک نفری که در ایمان مسیحیه، مخصوصا اگر داره خدمت میکنه، باید از یک شنیداری خوب و از یک تقدس خوب برخوردار باشه. چی میشنوی در روز؟ چی میشنوی؟ در مکاشفه تمام هم و غم مسیح به هفت کلیسا چیه؟ چند بار تکرار میکنه؟ هر که گوش دارد بشنود روح به کلیسا چه میگوید. یعنی چی؟ یعنی آقا انقدر چیزای آتشخال اومده شنیدی، صدای خدا رو نمیتونی بشنوی. مسیح به هفت کلیسا داره هشدار شنوایی میده. شما نگاه کنید، یک چیز ثابت در هفتا وجود داره، مسئله شنوایی. درست بشنو کلیسا، سرسپرده باش، بشنو. خب نمیشنوم. کری روحانی، ما 2000 ساله در یک کری روحانی هستیم، نمیتونیم تشخیص بدیم. برای همین وضعیت همینه و بدتر هم خواهد شد. یعنی زمانی برسیسون هیچی نیست. چقدر امروز کلیسا نیاز داره به اشخاص مثل سموئیل. بچگی که مسیح میگه در اون بچگی باش، در خانه خدا باش، میشنوی. امروز نه، من میخوام گنده بشم، همش خودم رو نشون بدم. نمیشنوی. تو خونه نباشی نمیشنوی، تو رابطه نباشی نمیشنوی. اعلان نکنیم خدایا من میخوام غلام تو باشم، نمیشنوی. دنبال القاب و جایگاه ها باشی، نمیشنوی. صدای اون جایگاه ها رو میشنوی. سر همین ازتون خواهش میکنم، چیزی که این روزها به شدت دارم تاکید میکنم به بچه ها، تا جایی که میتونید از حاشیه ها، از جمع ها، از دیده شدن ها، از تشویق شدن ها توسط انسان فرار کن. میدونم دلمون میخواد، هممون دوست داریم دیده بشیم، منم دوست دارم دیده بشیم، به دقیقا اونجا خطره. تو رو وارد یه محدوده هایی میکنه که دیگه نمیتونی درست بشنوی. نه، خداوند من یه وظیفه به من سپردی، من اینجا، آزاد اونجا، کاوه اونجا، یه محدوده ای رو خدا داده دیگه. آقا من توی این محدوده غلام تو هم و توی این محدوده بهترینم رو برای تو انجام میدم. آمین. کاری ندارم، هر چی میخواد اتفاق بیفته. من غلام خانزاده تو هم، مثل سموئیل. سر همین شما دقت کنید، مزمور یک ببینید چی میگه. خوشا به حال کی؟ یعنی مزمور یک قشنگ باز داره رو همین هم تأکید میکنه. عجیبه، نیا کنید یک رو بیاری. خوشا به حال کسی که به مشورت شریران نرود، خب، و در راه گناهکاران نایستد و در مجلس استهزا کنندگان ننشیند. استهزا کننده میدونید یعنی چی دیگه؟ جایی میری که انواع اقسام چیزایی گفته میشه. اونجا چه نشستن مورد داره؟ نشستن مورد نداره، چون اونا وقتی حرف میزنن تو میشنوی. باز ببین اینجا بحث گوشه، بحث شنیدنه. جایی قشنگ قرار میگیری که نباید باشی، تو آلوده میشی. حالا نه تنها مسائلی که آلوده میکنه، بلکه تعالیمی که میاد تو رو آلوده میکنه. حواست باشه. چقدر ما امروز میشنویم انواع و اقسام تعالیمو و اونا روی ما داره تاثیر میذاره و شخصیت ما بر اساس اون تعالیم ساخته میشه. حواست باشه. امروز تعلیمی میاد که میاد وای میسته میگه تو نه، تو کرونا نمیگیری، کرونا نمیگیری،
برو اصلا واکسن هم نزن، اصلا برو وسط کرونایی ها او دارن میمیرن، راه به راه ایماندارای مسیح دارن میمیرن، یعنی بیمانن بیمانن. ببین تعلیم وحشتناک وقتی تو نشنوی جون تو باید بذاری بس وقتا بها داره، بها داره. اینجوری که من دارم زندگی میکنم انقدر واکسن زیاده ولی مردم نمیرن بزن. 51% در آمریکا واکسن زد. حالا شاید تو این جمع کسی باشه بگه برادر شما بیمانی، میگم آره من بیمان. مسیح هم وقتی رفت اون بالا بهش گفتم بپر پایین، میتونست بپره دیگه بگه فرشتگان و پدر میگیرن. نه آقا دیست عقلانیه، عقلانیه. حالا میخوای انجام ندی، الان مسیحیان اینجا تعلیمی که وجود داره میگن آقا اگر تو مثلا واکسن بزنی بیمانی، اگر واکسن بزنی مارک آف سیتن رو زدی رو پیشونید، دکترها گر رو گر میمیرن، بقیه هم دارن بدبخت میکنن. یعنی مسیحیان آمریکایی دشون از شیعه های ما بدترن، از شیعه ها بدترن، باور کن دارم میگم. بابا یه سرشون نمیرن خون بزنن، یه فرقه از خون دریافت نمیکنن. این از چی میاد؟ اون تعلیم ها، اون تعلیم وحشتناک تو رو منحرف میکنه، میمیری و بها باید بدی، کجرویه، بدعت به وجود میاد. حواستون باشه، امروز انواع اقسام چیزایی دارید میشنوید که خیلی هم اتفاقا قشنگه، حرفای خوبیه، تعالیم خوبیه، ولی واقعا کلام انجیله. حواستون باشه، امروز مخصوصا ایرانی ها خیلی شیفته مسیحیت امریکایی هم. خیلی عاشق مسیحیت امریکایی هم ایرانی هم. چرا؟ چون همش داری یه چیز سهل و آسون و اوکی و تو محور دنیایی و تو شاهزاده ای و دریافت میکنن، درسته؟ اما آیا حقیقت انجیل؟ حواست باشه چقدر باید بتونی درست تشخیص بدی یه تعلیم درسته. سر همین پولس و دوم تیموتائوس ببین چی میگه. باز پولس از گوش صحبت میکنه، بیاری دو تیموتائوس باب 2 باب 4 آیه 3 خوب گوش بدید. زیرا ایامی می آید، خوب گوش بدید، زیرا ایامی می آید، الانه، من مطمئنم الان، که تعلیم سعی را متحمل نخواهند شد، بلکه بر حسب شهوات خود خارش چی؟ خارش گوش ها. چرا میگه خارش گوش؟ نمیدونه تا حالا گوشتون خاریده؟ دیده چقدر حال خوبی میده اینجوری میکنی؟ آه. خیلی حس خوبیه گوش وقتی میخاره. خیلی خوشش میادادم میخاره، اصلا میره تو مغز. قشن داره همینو مثلا میده. آقا یه زمانی میاد که مردم دنبال چیزهایی میگردن که خوششون بیاد. باز ببین راجع به چی داره صحبت میکنه؟ شنوایی. هر چیزی که خوشت میاد قرار نیست خوب باشه، هر حرف قشنگی قرار نیست حرف خدا باشه. اتفاقا شما نگاه کنید وقتی عیسی صحبت میکنه با خیلیا اصلا حرف خوشایندشون نمیزنه، اصلا خوششون نمیاد، اون رو ترش میکنن وقتی عیسی حرف میزنه. دیدی میرن، پسر ثروتمند قهر میکنه میره، جوان ثروتمند گوش نمیدن اصلا. میگه یاران او، خانواده او از حرفای او لغزش خوردن، پس حرف خوشایندی اتفاقا نمیزنه. ولی میگه در زمان میآید که تعلیم صحیح را متحمل نخواهند شد، بلکه بر حسب شهوات خود خارش گوش ها داشته، معلمان را بر خود فراهم خواهند آورد. الان دقیقا دست بندی، من طرفدار بردر فلانی هم، من طرفدار فلانی هم، من هم طرفدار فلانی هم. ببین دقیقا الان خب معلمان و گوشباز، ببین باز داره میگه گوش های خود را، این گوشه مشخصه، نه تو خانه خداست، نه میخ شده به در، نه خونه خورده در گوش، معلومه کسی که
دنبال اینجور تفکرات، معلمان برای خود فراهم خواهند آورد، گوشهای خود را از راستی برگردانیده به سوی افسانه ها خواهند گرایید. امروز مگه نداریم؟ امروز زنگ زده به من، برده میشه برای من یه نبوت بکنی؟ گفتم ببخشید من فالگیر نبوت کجا میارم برای تو؟ مگه نبوت، مگه من سرکتاب وا میکنم برای تو و افسانه ها؟ حالا هم دیگه ماشاءالله برنامه های آنلاین تعبیر خواب داریم دیگه، باور کنید تعبیر خوابه، افسانه ها همینه دیگه. یارو زنگ میزنه میگه برادر دیشب خواب دیدم رو آب دارم راه میرم. به هاللویا، خدا با تو کار داره، خسته نباشی. خب معلومه خدا با من کار داره، خدا با همه کار داره. و منم قبل از ایمان مسیح یه کتاب داشتیم به اسم تعبیر خواب ابن سیرین. صبح بلند می شدیم ماما خواب دیدم، مادر کتاب هم کم نم، مادر این ماهیه یعنی برکته، نم مادر این نمیدونم فلان دندونت افتاد ننه بابا یکیشون می میره مثلا، همیشه می بودن دندون تو خواب بیفته یکی مرده. ببین همونه، به خدا همونه. ببین به سوی افسانه ها خواهند گرایید، حواستون باشه، خواهش میکنم ازت، خواهش میکنم. روزای وحشتناکیه. به قول روح شاد بعد از آرمان، چیزایی میشنوم که مرغ پخته از تو دیگ میخنده. روح شاد همیشه اینو میگم، گو چیزای سموده میگه بعد ما در هفته ختم مزمور داریم. میگم ختم مزمور مثلا یعنی چی؟ ببخشید معذرت میخوام، آروم قرار نداره دست اینا. خب پس تموم میکنم با این، در این ایام آخر گوشهای بسیاری به در میخ نشده، حواستون باشه، آزاد شدن اما میخوان درون آزادی خودشون جلوم بدن. و پولس هم دقیقا میگه، میگه مبادا از این آزادی خودتون سوء استفاده بکنید، مبادا، حواستون باشه. امروز آزاد شدی، هللویا، شکر خداوند، من در تو آزادم، اما میخوام مثل آن غلام گوش من با درفش تو به در خانه تو زده بشه. آمین. من میخوام بمونم در خانه تو، فرزند هستم اما میخوام غلام باقی بمونم، غلام خانزاد تو. خیلی ها نمیخوان غلام باشن، میخوان سرور باشن. حواست باشه، دنبال سروری، دنبال اسم، دنبال مقام، دنبال جایگاه، دنبال پوزیشن، دنبال دیده شدن رفتی، دیگه نمیتونی غلامه باشی. و قطعاًم بعد از این مدت دوباره شنوایی تو از دست میدی، هر کاری دلت خواست میکنی. حواست باشه جلوی این سونامی تعالیم مختلف، حواست باشه چی میشنوی. از امروز لطف کنید دو تا مورد دعا اضافه بکنید، یکی که در خانه تو غلام بمونم و دو گوشهام تقدیس باشه، گوشهام باز باشه، گوشهام مطیع باشه و من بتونم آرام آرام صدای تو رو از وسط این همه صداها تشخیص بدم. آمین. اگه باور کنید اگر این اتفاق بیفته، ببینید بزرگترین انقلاب ها، بزرگترین حرکات در تاریخ مسیحیت کجا صورت گرفته؟ درست زمانی که آقا یه نفر شنیده و عمل کرده. ببین داستان سنت فرانسیس آسیسی رو بزنید توی گوگل، بزنید فرانچسکو فرانسیس آسیسی داستانش رو بکن، چی اشراف‌زاده بودش زندگیشو میکرد. خب یه روز میره یه جایی، یه کلیسایی که خراب شده، ببین فقط یه چیزی میشنوه، حالا من نمیدونم صوتی بوده صوتی نبوده، درون قلبش بوده چی بوده، ببین فقط اون میگه این خانه ویران رو بنا کن. منظور خودش بوده، من الان باورم اینه که اون صدایی که شنیده خود آسیسی بوده، نه منظورش کلیسا نبوده. خب ببین این سر همین صدا لبیک میگه و حرکت میکنه و اون انقلابی که به وجود میاره در اون دوران و آخرام واقعا میگم با یک روح آزاد که الانم به عنوان یکی از سینت های مثلا قدیسین کلیسا، یا مثلا یه روز یه شخصی به اسم مادر تریزا ببین یه چیزی میشنوه، آقا حرکت کن، کجا برم؟ یه زنی 1.50 کجا برم؟
برو آقا یه حرکت رو انجام بده. امروز ببین هنوز که هنوز خدماتش در دنیا، خب شما اون چیزی رو که خیلی آروم صدای خدا هم بدون هیاهوه، ببین نه جاره نه جنجاله، توش هم عجله نیست، اتفاقا صدای خدا مثل همون داستان ایلیا میگه صدای خدا در دل اون طوفان و زلزله و هیاهو و شلوغ بازی و داد و بیدادایی که تو جماعتهای ما امروز داره میشه و زبانها و نهیب و اینا نیست، اینا نیست آقا، یه نجواه آروس بلش عشقا نه عشقا برو نوش توضیح دقیق خدا توضیح هم نمیده. ابراهیم بیا بیرون، توضیح نداده اصلا، توضیح نمیده اصلا، بیا بیرون دنبالش تو هیاهوها نگردید لطفا، ولی تمرین بکنید. از امروز هم خواهش میکنم ببین به هر چیزی فکر کنید، اگر یه چیزی رو قلبتونه، یه چیزی رو حس میکنید، یه چیزی تو کلام میخونید، ببین ازش نگذرید، ممکنه صدای خدا باشه. ببین انقدر صداها زیاده ما گم میکنیم. یه داستان تعریف کنم و تمامش کنم، این مال یکی از واعظین معروفه، میگه که یه بار داشتم با ماشین میرفتم، داستانش هم یادم رفت، آها، یه بار داشتم با ماشین میرفتم یه چیزی به من گفتش که از این خیابون نرو، میگو خلوت هم بود، روز تعطیل بود، میگفت گفتم بابا طبیعیه من هر روز دارم از اینجا میرم، میگفت رفتم، میگو چرا قرمز رو یه نفر رد کرد پشت ماشین من کامل رفت و ماشینم نصف شد و من سالم بودم. میگفت اون ندایی که میگفت نه، اون نه ای که اومد و بعد گوش میکردم دقیقا هیچ، میگه چند ماه گذشت، چند ماه گذشت و یه روز تعطیل گفتم با خانواده بریم پیکنیک، نگه رفتیم ماشین رو پارک کردیم جلوی رستوران، یه تپه اونجا بود، ماشین رو همه پارک کرده بود، میگه یه چیزی به من گفت نه اینجا پارک نکن. میگه من باز بودم و جا پارک گیر نمیاد، میگه وقتی رفتیم غذا خوردیم برگشتیم دیدیم یه سنگ گنده افتاده وسط سقف ماشین، سقف ماشین رفته پایین، ماشینم داغون شد. میگه باز اینجا متوجه شدم که گوش نکرد. میگه چند ماه گذشت ماشینم رو بردم تعمیرگاه، میگه سوار تاکسی شدم برگشتم، تو راه یه چیزی به من گفت ماشین تو بردار. میگه من دیگه گفتم این بار گوش میدم، این بار گوش میدم، میگه به تاکسی گفتم برگرد، میگه برگشتیم رفتیم تو تعمیرگاه، فکر میکنی چه اتفاقی افتاده؟ گو هیچ اتفاقی نیفتاده و ماشینم سالم، ولی من یاد گرفتم به اون ندای گوش بدم. میدونی یه چیزای کوچیکی بعض وقتا میاد، نمیگم حتما عمل کنید ولی خارم نشماریدش. خب تو همه مراحل زندگی خدایا به این معلوم خیلی ها الان اینجا تو این شهر ما یه عزیزی هست به ما میگه بیا من سالن برات میگیرم، کلیسا ساختمانی امکانات هم میدم. خب ببین من هیچی ندارم، هیچ. اگه بخوام حالت عادی میگم اوکی کار خداست خوبه، میرم میزنم کلیسا میزنم مردم میان فلان شلوغ ببینم، اما هیچی ندارم، نه آرامش قلبی دارم هیچ، نه آره هم ندارم. استاپ، الان اینجاست، الان فعلا کلیسای ما همینی که دارید میبینید، اگر بتونید درست گوش بدید هیچ جای بدی ما رو نمیبره، مطمئن باشید. فقط بیاین از امروز راجب اون غلامه فکر کنید، اینو جدی میگم، آیا میخواید میخ باشه به در؟ با اراده خودتون او آزاد کرد، حتی اگه بریم برکتری گرفتی فرزند، ولی یه قدم فراتر ایماندار بزن. امروز ایمانداران غلام کم داریم، ایماندار رهبر تا دلت بخواد داریم، ایماندار کشیش تا دلت بخواد داریم، ایماندار رهبر پرستش تا دلت بخواد داریم، بدم نیست، اما ایماندار غلام کم داریم، ایمانداری که گوشش میخه و گوشش شنواست، بگو هر آنچه خواهی هر آنچه خواسته توست. آمین. بیم دعا کنیم.